الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن أندقان عزيز وارجمانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در خدمت شما هستم با ترجمه و يكي یکی دیگر از روایاتی که امام نوبی رحمة الله عليه در باب تو به ذکر فرمودند احیانا بسیاری از انسانهایی که دچار گناه و خطا شدند به خاطر عظمت گناه به خاطر گناه بزرگی که انجام دادند یا گناهان بزرگی که مرتکب شدهاند از الله متعال ناامید می شند. این دلیل بر این هست که این افراد الله را نشناختند ناامیدی از رحمت الله متعال کفر هست الله متعال در قرآن کریم آیاتی رو بر ما نازل کردند که امید بخش هست در سوره زمر الله متعال می فرماید قل یا عبادی الذین اسرفو على انفسهم ای پیامبر به بندگان من بگو ای آن دسته و آن طیفی از بندگان من که بر خودتان اصراف کردید اصرفو علا انفسهم یعنی زیاده روی کردید در گناه اصراف کردید در گناه گناهان زیادی رو انجام دادید لا تقنطو من رحمت الله از رحمت الله ناامید نشوید رحمت الله مطال بسیار گسترده تر از اون هست که من و شما میبینیم یک مثال کوچک تمام انسانهای روی زمین از آدم گرفته تا روز قیامت تمام جنها و تمام حیوانات و تمام حیواناتی که یک ذره رحم و شفقتی در دل دارند تمام اینها رو یک جا جمع بکنید یعنی رحمت اینها را شفقت و دلسوزی و رعفت اینها را همه و همه را یک جا جمع بکنید اینها تازه می شود فقط یک صدم رحمت الله متعال فقط و فقط یک صدم رحمت الله متعال 99 درصد بیشتر از این هست اصلا جایی برای نامیدی نیست ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله متعال تمامی گناهان را میبخشد. هیچ گناهی به استثناء شرک وجود ندارد که الله متعال اون را نبخشد حتی اگر مشرک و کافر توبه بکند مسلمان بشود این را از الله،, الله, متعال از اون میبخشد. در این روایت که ابو سعید خضری رضی الله تعالی عنه سعد ابن مالک ابن سنان رضی الله تعالی عنه نقل کرده برای ما یکی از این نمونه ها را رسول الله صلی الله علیه و برای ما تعریف کرده انسانی را قاتلی را که 99 نفر را کشته بود 99 نفر و 100 نفر را در واقع کشت میدونیم که قتل یکی از گناهان بسیار بزرگ هست که کشتن یک انسان کافی هست برای این که انسان همیشه در جهنم بباند الله مطال می فرمد و من یقت مؤمنا متعمدا هر کسی که یک مسلمانی را عمدن بکشد فجزاؤه جهنم مجازاتش جهنم هست جایگاهش جهنم هست خالدن فیها برای همیشه در جهنم میماند و غضب الله علیه الله مطال بر اون خشمگین شده و لعنه و الله متعال او را نفرین کرده و اعد له عذابا عظیما الله متعال عذاب دردناکی را برای اون فراهم کرده کسی که یک نفر را بکشد اون وقت اگر 99 نفر را اگر صد نفر را بکشد چی می شود با هم می بین. میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و فرمودند کان فی من کان قبلکم رجل قتل تسعة و تسعین نفسا در میان امت های پیشین یک قاتلی بود که 99 نفر را کشته بود یک فردی 99 نفر را کشته بود فسعل ان اعلم اهل الارض سوال کرد که عالم ترین انسان در روی زمین کی هست گفتند که فلانی هست فدل على راهب فلان راهب بزرگترین عالم دنیا هست فعتاه رفت پیش اون راهب فقال انه قتل تسعة و تسعین نفسا فهل له من توبه پیش راهب رفت و گفت که من 99 نفر را کشتم آیا الله توبه مرا قبول می کند یا نه فقال لا اون راهب نادانسته که حکم شرعی رو نمیدونست گفت که نه خدا نمیبخشه 99 نفر رو کشتی بازم اومدی که الله تو رو ببخشد نه نمیبخشد له فکمل به مئه اونو هم کشت تو هم سر بقیه 99 تا بود الان 100 تا شد ثم سأل عن عالم اهل الارض دوباره سوال کرد پرسید که بعد از این راهب عالم ترین انسان کی هست فدل على رجل عالم اون راهنمایی کردند که فلانجا یک فرد عالمی هست ببینید تعبیر بسیار دقیقی هست در اینجا رسول الله صلی الله علیه و فرمودن در مرحله اول فرمودن فدل علی راهب یک عبادت گزار، عبادت گزار بدون علم کسی که عالم نبود فقط عبادت گذار بود اما از احکام شرعی و از فلسفه شریعت خبر نداشت این گونه افراد انسانها رو نامید میکنند اونهایی که علم ندارند اونهایی که نه خودشون را شناختند نه خدا را میشناسند و نه دین را میشناسند انسانها را ناامید میکنند از الله متعال هیچ وقت به این گونه و این طیف افراد مراجعه نکنید میفرماید که فدل علام عالم ایشون راهنمایی کردند به یک فرد عالمی فدل علی رجل عالم این قاتل رفتیش اون عالم و بهش گفت که انه قتل 100 نفس گفت فلانی عالم بزرگوار من صد نفر را کشتم فهل له من توبه بازم توبه هم قبول هست اگر توبه بکنم فقال نعم بله اگر توبه بکنی الله متعال میپذیرد اگر تمام گناهان دنیا را از آدم گرفته تا خاتم و تا قیامت تمام گناهان را فقط یک نفر انجام بدهد باز هم الله مطال رو میبخشد جالب این است که حتی در روایات داریم که در روز قیامت که الله متعال بندگان مسلمانش را مورد مرحمت قرار میدهد لطف و رحمت الله متعال شامل انسانهای مسلمان می شود حتی ابلیس لعین هم امیدوار می شود که شاید مرا هم ببخشد تا این اندازه جایی برای نامیدی نیست عالم گفت که بله هم توبه هست وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوبَةِ أحسن ماني وجود نظرك الله متال توبة رو قبول نكون. فقط بوهاني باشه تو توبه بكون ربك الله فرمود انتلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء بهش گفت که الان که توبه کردی برو در فلان سرزمین در اونجا انسانه های آبیدی هست انسان‌های های نیکوکاری هست برو در مجموعه اونها با انسان‌های نیکوکاری هم نشین باش و اونجا برو الله مطال رو عبادت بکن و این سرزمینی که تو در آن قتل و کشتار مرتکب شدید و مردمش خیانتکار هستند اهل فساد هستند و زمینه فساد برای تو فراهم شده اینها رو ویل بکن اینجا هیچ وقت باز نگرد برو به همین سرزمین این بنده خدا این قاتل که توبه کرده بود قبول کرد فن طلقه حرکت کرد که به اون سرزمین برود به منظور این که هم نشینی با نیکان و صالحان و عبادت الله متعال حتی اذا نصف طریق عطاه الموت به وسط راه که رسید اجل مهلتش نداد فرشته مرگ سراخش آمد اتاه الموت در اونجا مرد وقتی که میخواست بمیرد فرشتگان با همدیگر درگیر شدند اختلاف کردند فخت سمت فیه ملائکت الرحمتی و ملائکت العذاب فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب با همدیگر اختلاف کردند اختلاف نظر پیدا شد که این رو چه کسی باید قبض روح بکند فرشتگان رحمت یا فرشتگان عذاب فقالت ملائکه الرحمه فرشتگان رحمت گفتند جاء تائبا مقبلا بقلبه الی الله تعالی این بنده الله الان که توبه کرده درست قبلا قتلی رو انجام داده صد نفر رو کشته اما توبه کرده بود و با دل خودش بازگشت به طرف الله متعال و الان میخواسته برود به فلان شهر که در اونجا الله متعال رو عبادت بکند پس بنابراین ما باید این رو قبض روح بکنیم و قالت ملائکه العذاب فرشتگان عذاب گفتند که انه لم يعمل خيرا قط تو درسته که توبه کرده اما تا حالا یک نیکی رو انجام نداده صد نفر را کشته گفته که الان پشیمانم اما تا کنون حتی یک عمل خیرم انجام نداده پس بنابراین ما باید قبض روحش بکنیم الله مطالع یک فرشته دیگری رو فرستاد در شکل یک آدم که برو در میان اونها حکم باش و قضاوت بکن این فرشته اومد و گفت که اختلافتون روی چی هست گفتند که اختلاف این گونه هست گفت خب من راه حلی دارم فقال قیسوا ما بین الارزین این زمین رو متر بکنید یعنی زمینی را فاصله ای را که ایشون طی کرده تا اینجا اومده و فاصله ای که از اینجا باقی مونده تا اون شهر که برسد اینا رو با همدیگر دیگر مقایسه بکنید متر بکنید ببینیم که کدوم نزدیکتر هست و کدوم دورتر هست فیلا ایت کان ادنا فهو له به هر کدام شهری که نزدیکتر بود اون گونه باش رفتار بکنید اگر با شهر گناهکاران نزدیکتر بود فرشتگان عذاب روحش را رو قبض بکنن اگر به شهر نیکوکاران نزدیکتر بود فرشتگان رحمت قبض روحش بکنن فقاسو فرشتگان این کار را انجام دادن فوجدوه ادنا الى الارض التي ارات دیدند که نه به سرزمین نیکوکاران نزدیکتر هست فقبضت هو ملائکت الرحمه فرشتگان رحمت نهایت قبض روحش کردند یعنی این که نهایتا الله متعال او را بخشید و مغفرتش کرد بله از نظر شرعی بر قاتل چندین حق هست کسی که انسانی رو میکشد چندین قتل و یه قتل رو انجام داده چندین حق را ضایع کرده هم حق الله را ضایع کرده که الله فرموده قتل نکنید گناه معصیت هر کسی یک فردی را بکشد گویک یک تمام انسانیت را کشته این فرد قاتل تعدی کرده به حقوق الله و هم تعدی کرده به حقوق اون میت و مقتول بنده خدا حق حیات داشت این از اون گرفته حق حیاتش رو و هم تعدی کرده به اولیای میت به فرزندان این میت زنش بیوه شده بچه هاش یتیم شدند وی سرپرست شدند حقکوشی های زیادی رو کرده وقتی که الله مطال بخواهد یک قاتل را ببخشد حق خودش را میبخشد حق مقتول نهایتا مقتول را از او راضی میکند و حکمی که در این زمین باقی هست اگر در دنیا باشد در دنیا باید حق وارثان را باید پرداخت بکند یا دیه یا قصاص این حق وارثان هست اما حق مقتول همچنان باقی هست قضاوتش پیش الله متعال هست و حق الله باز هم باقی هست پیش الله متعال الله متعال بخواهد که ببخشد هم حق خودش را میبخشد هم مقتول را راضی می کند های مقتول که حق خودشان را در دنیا می گرند بلفرض اگر نگرفته باشند و انسان توبه صادقانی بکند باز هم امید هست که الله متعال در روز قیامت اولیای مقتول را هم در واقع راضی بیگرداند جالب اینجا هست که در برخی روایات در همین زمینه چنین آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که فاوح الله تعالی الی هذه ان تباعدی الله متعال به اون سرزمین یعنی اون مسیری را که این بنده خدا طی کرده بود بهش الهام کرد بهش دستور داد وحی کرد که تباعدی خودت را بکش خودت را طولانی بکن زیاد بشو یعنی مسافت بیشتر شد و الى هذه ان تقربی به این قسمت زمین که باقی مانده بود این فاصله باقی مانده رو الله مطال دستور داد خودش رو جمع بکن فشرده بکن و قال قیسو بین ما بینهما الان بیایید متر بکنید ببینید به بی کدام نزدیکتر هست فوجدوه الى هذه اقربه به فغفر له دیدند که فقط یک وجب نزدیکتر هست با این که الله مطال دستور داده بود اون زمین را که خودت را طولانی بکن کشیده بشو و این زمین باقی مانده رو الله مطال دستور داد خودش رو جمع بکند یک وجب به این زمین نیکوکاران این بنده الله نزدیکتر بود فغفر الله الله او را بخشید پس بنابراین به خاطر گناهی که انجام دادیم نباید از الله متعال ناامید بشویم همان گونه که الله متعال میفرماید که ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله متعال تمامی گناهان را میبخشد فقط و فقط از من و شما یک توبه لازم هست حداقل ما اظهار نیاز بکنیم حداقل ما بگیم که پروردگار را اشتباه کردیم معذرت میخوام منو ببخش همین اندازه بس الله متعال میبخشد و اگر این معذرت خواهی و این توبه و استغفار طلب مغفرت از قلب ما باشد صادق باشیم با اون شرایطی که من قبلا خدمت شما بیان کردم که از گناه دست بکشد برگذشتهش پشیمان بشود و در آینده تصمیم بگیرد که این گناه را تکرار نکند و اگر حق انسانی هست این حق را بازگرداند با این شرایط اگر توبه کردید مطمئن باشید که الله مطال توبه شما را میپذیرد پس جایی برای ناامیدی نیست یک چیزی دیگری بگم اگر شما برای هزارمین بار توبه بکنید فرض کنید یک گناهی رو انجام دادید توبه کردید توبه رو شکستید گناه انجام دادید دوباره توبه کردید هزار بار گناه کردید و هزار بار توبه کردید هزار و یک کمین بار دوباره میخواید توبه بکنید مطمئن باشید که به اندازه روز اول پیش الله مطال رو دارید هر وقتی که شما صادقانه برگردید الله مطال شما رو قبول میکند اگر بدانید که رحمت الله مطال چه اندازه وسعت داره چه اندازه وسیع هست و گسترده هست از رحمت الله متعال نامیده نخواهید شد اما همین پروردگاری که این همه رحمت دارد و تمامی گناهان را میبخشد اگر توبه نکردیم اگر به روی خودمان نیاوردیم اگر به الله باز نگشتیم اگر به این دستور الله متعال اهمیتی قائل نشدیم و توبه نکردیم بدانید که عذاب الله متعال بسیار سخت هست عذاب دردناکی رو الله متعال برای اون کسانی در نظر گرفته که روی برمیتابند از الله متعال و رحمت الله متعال و مغفرت الله متعال را نادیده میکنند امیدوار هستم که من و شما روز به روز به الله متعال نزدیکتر باشیم و از تمامی گناهان ریز و درشت خودمون انشاءالله توبه بکنیم و از الله و پروردگارمان طلب مغفرت و معذرت خواهی بکنیم برنامج مامي شما رو به الله متعال سفارة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته